سلام رفقا، حالتون چطوره؟ خیلی 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 خوش اومدید به چنل مودی اکتیم. من امیرم و امروز اومدیم با یه ویدیو حاشیه‌ای جنجالی پر و یه مهمون ویژه داریم. شتاب عزیز اینجاست. به به آقا سلام، خیلی مخلصیم. سلام به مخاطبای خفن وکس مودی اکتیم. دم امیر گرم که این گپ و گفت رو راه انداخت که بیام بشینیم با هم صحبت کنیم. مصاحبه که نیست، درست امیر جان؟ نه، فان گپ و گفت. فان گپ. آره، گپ و گفت. اوکی فقط خیلی چیزا قرار رو بشه. آقا شما آقا راسته که میگن شما سلطان حواشی نامنظم یوتیوبی، یوتیوب رپ فارسی همونه. آره انگار که همونه، با اینکه خودم نمیدونم ولی انگار همونه. آقا الله، آقا بریم بریم ببینیم چه خبره. بریم با هم دیگه داشته باشیم. بچه ها فقط اینو بگم که حالا خودتون طبیعتا شتابو میشستید، ولی لینک چنلش توی دیسکریپشن هست. سعی میکنم توی کاردم بزنم اگه به یه جام بر نخوره، ولی خب توی دیسکریپشن هست. توی دیسکریپشن هست. اگه به یه جام فشار نیاد توی کاردم میذارم. خب بریم ببینیم چه خبره. حتما سابسکرایب کنید که بریم با هم دیگه بهتر کنیم. آقا امروز اشت. چند تا بحث مهم داریم با هم دیگه و قرار زیادم ویدیو طولانی نباشه. امیدوارم که شما هم لذت ببرید از این موضوع. اولیش اینه که شتاب جان، عزیزم، رضا جان، جون جدیدن های چیزی شده، حالا اتحاد نستریک خیلی پرتر شده، حسین رحمتی، توهی، رضا پیشرو، امیر تتلو، و اینکه دارن چند تا ترک مختلف با هم دیگه میبندن و اومدن حله ای رو دادن که رکورد میلیونی شدن یه ترک توی رپ پارسی رو زد. آره داداش، خیلی خفن. نظرت راجع به این اتحاد چیه؟ و بعدش هم حالا یه سوال دیگه دارم پشتوندش میپرسم. اول نظرت راجع به این اتحاد بود؟ آقا اتحاد که خیلی خوبه، مخصوصا توی نسل یکی ها، مخصوصا برای حالا شخصی مثل من که مثلا رپ فارسی رو از همون نسل یک شروع کردم به گوش کردم، خیلی لذت داره. این چهار نفر توی قاب قرار گرفتن اصلا برای من اوج لذته. میدونی چی میگم؟ اتحاد که خیلی خوبه، خب منتها اگر پایدار باشه دیگه. ببین خود مثلا امیر تتلو اگه یاد باشه یه چت گذاشته بود حسین تویی، گفتش که دم حسین گرم که ما چهار تا نارنجک و کنار هم تونست نگه داره. آره آره آره، توی واتساپش گفته. آفرین. این موندنه خیلی مهمه. حالا آیا به نظر تو، نمیدونم، آیا این اتفاق موندگاره؟ من که فکر میکنم بعد از یکی دوتا ترک باز راهشون از هم جدا بشه، چون خیلی سخته. میدونی خدای... من میدونی چی میگم؟ سخته. آره فهمیدم چی گفتی. میدونی من چی گفتم؟ من گفتم هر چیزی هم بشه باز رفاقت قدیمیه میمونه به نظر من. حتی اگه مثلا درسته. این چیزشون هم بره تهش، بازم رضا پیشرو و امیر تتلو بشینن بازم با هم رفیقن، یعنی رفاقتی صحبت میکنن. ولی خب توی نسل جدید متاسفانه، حالا اومدن بحثش هم رو کردن، ادامه سوالمون هم هست، اینجوری نیست. آره یعنی میگن که من همیشه اینو به خودم گفتم مگه میشه همچین اتحادی توی نسل چهار مثلا شکل بگیره در صورتی که این همه اختلاف هست؟ نظر راجع به این چیه؟ ببین نسل چهار، من اتحادش، خب ببین من خیلی خودم نسل چهار رو دنبال نکردم حقیقتشو بخوای. نهایتش یه پوری بوده یا هیپاپولوژیست بوده، یعنی خیلی توی حواشی این داستاناشون هم نیستم که ببینم کی با کی بیف داره. میدونم خیلی مثلا اگه یاد باشه تو این بازه زمانی پارسال خیلی، ببین اصلا کلا مارکت پارسال اگه یاد باشه خیلی کلا 180 درجه، همون دیگه، کلا 180 درجه مخالف این بود. الان فاز اتحاد بوده، الان فاز اتحاده. مثلا پارسال کلا توی این بازه زمانی بیف حسین و فدایی رو داشت. آره رضا پیشرو و سهراب امجدی. آفرین. و حتی نسل چاریام خیلی همدیگه رو می‌زدن. خیلی آره این بازه خیلی. زیرو تونی وانگ هیپاپولوژیست هستن اون موقع. آفرین. الان مارکت کلا رفته به سمت چیز دیگه، اتحاد. حالا اتحاد نسل چهار خوبه، منتها اون احترامه رو من همچنان بهش چیزم دیگه. به نظر من مثلا نمیدونم دیشب بود فکر میکنم که کچیبیس، نمیدونم دیدیش یا نه، یه ویدیو گذاشته بود با پوتک. آره دیدم. آره دیدم. من اونو دیدم. آفرین. مثلا کچیبیس میگفتش که باید چه چیزی داره که احترام بذاری میتونه نسل چهار مثلا تو، پوتک مخالفش میگفت. ببین به نظر من درسته که هر کسی میتونه کار خودش رو انجام بده، ولی اگر از اون ور قضیه میبینیم که نسل چهار، یعنی نسل یک اومده اینسپایر، الهام گرفته از نسل
4 برای دریل. خب اصلا اگر نسل یک نبود که اصلا نسل 4 به وجود نمی اومد. پس آره. اون ور داستانم باید دید. میدونی چی میگم؟ این احترام مهمه، اتحاده که خیلی خوبه، ولی باید بازم ببینیم توی نسل 4 این اتحاده ادامه داره یا اینکه نه دوباره قراره فقط همین یه ترک باشه و بعدش هم خداحافظ شما. میدونی بعد تو لایو هم بودن بگو. یه چیزی هم من بگم اینجا، خودت موافق اتحادی یا موافق بیفی یا دی سی؟ این چه جوری توی نسل 1 یا 4 یا کلا؟ ببین من خیلی اتحاد رو دوست دارم واقعا، ولی خب طبیعیه که برای ما ریاکشن کارا بیف ویوش بیشتر از اتحاد. آره. خب میدونی چی میگم؟ من میگم که اتحاد خوبه خب، ولی دیگه برای رپ فارسی خوبه بیشتر، بیش از حدش اگه همه گل و بلبل باشن به نظرم سوء میشه. نه من اون نیستم. آره مثلا طرف همه با هم بگو. آره میدونم، مثلا طرف دارم میگم مثلا رضا پیشرو، چه میدونم سامان ویلسون، نه با هم تاک کنن. یه مدت که داشتن با هم اوکی میشدن، من میگفتم آقا شما اون به هم دیگه اون افتخاراتو دادید، اصلا به هم دیگه اون القابو دادید. بعد مثلا خب ما میدونیم که ته هر داستانی رضا پیشرو و امیر تتلو، حتی اگه رضا پیشرو دیستر که توتولو داشته باشه، با هم دیگه رفیق بودن و داداشی درسته. بودن اون زمان. درسته. میدونیم که دیگه به هر حال این اتحاد باز طبیعی تر منطقی تره. آفرین. آره من این حرفت خیلی قشنگ بود. آره به نظر من اتحاد مثلا زد بازی با پیشرو اصلا اتحاد قشنگی نمیشه، نظر شخصی منطقی من نیست واقعا به نظر. آره اصلا خوب. یا مثلا حسین بره با فدایی مثلا اتحاد، اصلا حسین نمیشه. با فدایی نه، ولی من حسین با هیچ کس ها هستم 100%. چون قبلا با هم اوکی بودن دیگه 100%. تو با هم صحبت میکنن روال میشه، ولی حسین و فدایی همو جر دادن. آره اصلا نمیچسبه دیگه. ولی اتحاد این 4 نفر من خیلی بودم دمشون هم گرم. حالا این چند روزم خیلی دیگه یاد باشه خیلی بچه‌ها، کلا بچه‌های ریاکشن و بچه‌های یوتیوب خیلی ویدیو ساختن در مورد ترک حله و ترک حله. آره حالا نظر خود چی بود در موردش؟ بذار اول اینو بگم، یه چیزی الان جدیدن داره چیز میشه، همه دارن حسین تویی رو استوری میکنن، میگن آقا دمت گرم تو فلان کردی و اینا. من اون زمانی که حسین تویی رو اپریشییت میکردم، هیچ کدوم تو اصلا حسین تویی رو آدم حساب نمیکردم. ببخشید اینطوری میگم، همه فکر میکردن یه دامبولی خونه مثلا حسین تویی. فقط اون زمان من آهنگای حسین تویی رو گوش میدادم. خدایش من خودم هم خیلی ریسپکت داشتم به حسین تویی انصافا، یه دونه این که حالا مثلا بخوام رو موج سوار شم واقعا. ببین مثلا بچه‌ها کامنت میذاشتن همین قبل از اینکه ترک حله بیاد، ای بابا امیر تتلو نمیدونم فلان، برای چی اومده با حسین تویی داره کار میکنه؟ آره من تو کامنت ها میگفتم بابا جان حسین تویی از کار بلده، نمیدونم اصلا حسین تویی که... من میگم اینا الان جدیدا فاز برداشتن، بچه‌ها دارن میگن حسین تویی چه خفنه. آره حسین تویی یه زمانی رپ فارسی و جهانی کرد که ما هممون طفل بودیم. موقع میرفت با پرودوسرهای خارجی کار میکرد، ما اون موقع تف بودیم. آره با حاجی رو بیت مهدیار آهنگ چجوری میخوای بود رو بیت مهدیار خون، یا مثلا اتحادی که با چیز اصلا نحوه شکلگیری ترک واسه هر ایرانی حسین تویی بود، یعنی عاملش حسین تویی بود که هیچ کس با زد بازی ترک داد واسه هر ایرانی حرف دارن. اون زمان واسه هر ایرانی ویلسون. آره. و هیچ کس رو میگی آفرین، اصلا باعث و بانی اون شکلگیری اون اتحاد اون ترک حسین تویی بود. باعث و بانی اومدن شخصیت بزرگی مثل امیر تتلو خودش تویه، یعنی تویی امیر تتلو. آره به همین راحتی دقیقا. خیلی شخصیتی هست. من فکر کنم که خودم حالا کنم. من همیشه میگم اولین رپی که گوش دادم یاسه، ولی فکر کنم اولین رپی که گوش دادم به حال توی تلویزیون میدیدیم و فلان اینا از شبکه‌های خارجی، فکر کنم حسین تویی بوده، یعنی یادم هنوز یه سری چیزاشو. چطوری میگید این شخصیت مثلا کمه و الان تازه به این پی بردید؟ من به نظرم این چیزه دیگه، میخواید مثلا اون ایمپرشنه رو بگیرید. حسین تویی خیلی وقت پیش خیلی کارا کرده که دمش هم گرم واقعا. ولی آقا گفتی ترک حله، نظر خودت راجبش ترکش چی بود؟ آقا خب همه گفتن دیگه، یعنی ترک اولا ترک خوب، من همچنان من هنوز گوشش میدم، هنوز تو پلیلیستم، یعنی
این چند روزه خیلی گوشش میدم، با اینکه میگم نقصایی داره. من تو ریاکشن هم گفتم، یعنی از نظر میکس و مستر مثلا بزرگترین ایرادش از نظر تنظیم و میکس و مستر بود، به خصوص صدای حسین و صدای پیشرو خیلی بد. صدای پیشرو یعنی... آره من با بیتش هم یک مقدار مشکل داشتم. من اولین کاری بود که از اوپنتو میشنیدم، یه مقدار به نظر من بیتش شلوغ بود، یعنی خیلی فضا سازیش میتونست آرومتر باشه. لازم نیست دیلیل حتما اونقدر شلوغ باشه که ما نفهمیم مثلا چه اتفاقی داره میفته. 100% اینم هست. آره میتونست بیتش یکم خلوت تر باشه و اینم گفتم وسط ریاکشن. ولی خب کلا این... کانسپتی منظورت چیه؟ یعنی منظورت نظرت چیه؟ کل محتوا که خیلی خفن بود، خب من خیلی حال کردم میدونی. ولی خب اگه بخوام ریز به ریز بریم جلو، به نظر حالا بگم بهترین ورس اینا رو بگم یا بگو بهترین ورس رو بگو منم میگم. به نظر من بهترین ورس مال حسین بود، یعنی حسین ترکو اصلا جر داد. حسین حسین اورجینال دریل میکنه، نه اورجینال یوکی ها، نه اورجینال ان وای. اورجینال خودشه، اورجینال خودش. قشنگ منحصر به فرد خودشه، یونیک خودشه. ببین مثلا نسل 4 اکثرا روی یوکی دریلن، روی دریل بریتانیان، خب دریل انگلستانن. ولی بعد یه جای نمیدونم دقت کرده باشین، یه جای مثلا هیپوپولوژیست بعضی جا انگار داره چنگ میزنه به بیت، خب که این رایمه رو وصلش کنه. آره تایتش یه چیزی میگه که فقط قافیهش میاد. آفرین اصلش همونه ها، مشکلی نداره. ولی مثلا اصل دریل میگن همونه اتفاقا. ولی مثلا شما حسین رو نگاه کنی، کتلت. آفرین. ولی مثلا حسین رو تو نگاه کنی انقدر ماشاءالله داره میرونه که اصلا بیت باید به چنگ بزنه به حسین. آره رو بیت سواره، اصلا ورسش گوش میدادی حسین بود که بیتو انگار داشت تنظیم میکرد. آفرین. دقیقاً. بعد به نظر من رضا پیشرو هم خوب بوده. رضا پیشرو هم به نظر من رو بیت سوار بود. رضا پیشرو جدا از محتوای تکسی که نوشت، من به نظرم بهترین یعنی اصولی ترین دریل رو حسین تویی خون. حسین تویی اصولی ترین دریل. آره من ورس حسین تویی رو از پیش رو بیشتر دوست دارم واقعیتش تو این ترک. بعد جالب اینجایی که مثلا من کامیونیتی گذاشتم، خب نزدیک 18000 نفر رأی دادن، بعد بالای 9000 نفر بیش از 50% گفتن رضا پیشرو. این نظرات متفاوته، خیلی باحاله به نظرم. به خاطر همین گفتم رضا پیشرو رو بیت سوار بود. خیلی آره، همچین چیزی آره. گفته بودم میدونی، چون بیت شروع شد چونی من کمرم پره تا انو درگزی همینطوری رفت جلو. نمیگیم حالا مثلا خیلی ترک ضعیفی بود و اینا، ولی ترکی نرمالی بود به نظر من، با توجه به آرتیستایی که توش بود ترک خوبی بود. یعنی از این نرمال اینجا بود، یه ذره اومد بالاتر شد خوب، ولی خیلی خوب نبود. آره ببین مثلا نظر در مورد ورس حسین تویی چی بود شما؟ ببین ورس حسین تویی، من که خودم با حسین تویی عشق میکنم و الان هر جا میرم حالا حسین تویی جدیدن گوش میکنم. جدیدن هم که نه، تقریبا فکر کنم 6 ماه یا همچین بعضی. و حسین تویی به نظر من اون پانچ لاینایی که زد بیشتر تو یادم میمونه. مثلا یه تیکه یه چیزی گفت که این به نظر من بهترین پانچ لاین این ترک میتونست باشه. میگه با حسین اومدم بگو یا امام، بیست سال نایمد کسی جای ما. درسته. خیلی اون تیکش قشنگ بود. اصلا فرض کنید لقب طرف رو توی چیزش بگی، با حسین اومدم بگو یا امام واقعا، یا حسین. آره راست میگی. ببین به نظر من اگر واسه حالا یکی که خارجیه این ترک رو بذاری، حالا اون ریاکشن کارهایی که الان تو داری میبینی اونا رو ولش کن، اونا داغونن اصلا، اونا یکی سیاپوست میزنن میرخصن، اونا رو ولش کن اصلا، اونا فقط بخاطر ویو این کار رو میکنن. آره داشت طبیعیه بخاطر ویو آدم. ببین من دیروز یه فکت جالبی به دست بردم، گفتم آدم به خاطر ویو اعتقاداتش هم میفروشه. آفرین. آره 100%. ببین به نظر من اگه واسه یه رپ گوش کنه جدیه مثلا حالا یوکی بیا این ترکو بذاری، من فکر میکنم از ورس حسین تویی از همه بیشتر خوشش بیاد. چرا؟ چون خیلی نزدیکه به اون، خیلی نزدیک به آره به قول خود آره. سبک دریل خیلی نزدیک، سبک دریل. آره صداش هم قبول داری یک مقدار صدای قشنگیه خودش.
یک مقدار من کلا صدای حسین تویی رو دوست، آقا من نمیدونم چرا اینقدرم، نمیدونم حالا دوباره چیز تعبیر نشه که الان چون حسین تویی داره این کار میکنه هی دارید به شاد اوت میدید. نه اصلا اینجوری نیست. یعنی من حالا خودم شخصیت خودم رو میشناسم دیگه، تو هم که شخصیت خودت طبیعتا میشناسی، من خودم میدونم که من حسین تویی رو خیلی وقت اپریشیت میکنم. یعنی همه به من میگفتن که حسین تویی چی دامبولی گوش میدی، میگفتم بیا برو گوش بده ببین چی گفته، برو از پیش من. اولی موزیک ویدیو رپ فارسی به نظر من تنها کسی که درست خوند اونجا حسین تویی بود. نه حسین تویی واقعا امیر تتلو هم ولی اون دیگه تیکش که میگه روز اولی که دیدمت اون شبا به خواب من میاد چقدر اون خیلی باشر. خوبه آجی این یه تیکه میگه که تو همین ترک امیر تتلو میگه تو مسخالی من خربنم، خیلی گنگه آجی. آره اونم باحال بود. آره خیلی گنگه. آره. اصلا لفظشو دوست داشتم خربنم آجی. اونم وال بود. آره وال بود. آقا نمره چند میدی؟ نمره از 10 بگم خودت؟ آره اول بگو بعد من بگم. خودت اول بگو. من 8 میدم راحت راحت 8 میدم. من 7.5 میدم به نظر من. آه 7.5 اوکی بود. 7.5 هم خوبه. آره. دیگه آقا قبول کن 2.5 نمره کمتر از 10. اوکی آقا اوکی آقا. بحث بعدی که داریم رضا جان نحوه ریاکشن و بررسی درسته، یک چیزی که الان ما خیلی وقت نمیبینیم. حالا چقدر ویدیو ما داره رسمی میشه، چقدر فلسفی، اصلا همچین چیزی آره خیلی ریاکتین تا حالا نداره. ریاکشن تو میگی یعنی بده ریاکشن الان؟ چجوری من متوجه نشدم؟ من میگم فضای ریاکشن الان رپ فارسی یک مقدار چیزی شده که سلیقه‌ایه. یعنی تو یه نفر خوشت میاد و همون ریاکشن رو میبینی، اصلا برات مهم نیست که طرف چه اطلاعات داره، چه زمینه ای داره، تا حالا رپ گوش داده هستن، رپ چی هستن، چیا رو در میاره، چی کار میکنه. ببین آره آها ببین اطلاعات که باید آدم داشته باشه خب، اگه بخوای نحوه درست رو بگی، ولی میدونی اطلاعات رپی واقعا لازمه. مثلا آره حالا ولش کن دیگه، مثال نزنم دیگه، همه همون میدونیم داستان دیگه، مثال نزنم. آره ببین نحوه ولی به نظر من نحوه درست ریاکشن توی یک چیز خلاصه میشه، توی یه جمله برای من خلاصه میشه. خب این که آقا ما فرست ریاکشن و نباید ریاکشن برای بار اول باشه و اینا نداریم اصلا به نظرم. این چیزی بود که به نظرم آرام مد کرد توی فضا. یعنی چی؟ یعنی ریاکشن نباید آقا برای بار اول باشه؟ چرا ما ببین این لفظی که آرام آورد من قبول ندارم. من آرامو خیلی دوست دارم و اتفاقا ویدیوهاشم خیلی میبینم، ولی این که آرام میگه ما نباید حتما برای بار اول باشه، من اینو متاسفانه قبول ندارم. خب آره میگم آرام چیزی که میگه تحلیله و بهتره همون تو تایتلش بنویسه تحلیل، چون ریاکشن نمیکنه، تحلیل میکنه بیشتر. ببین به نظر من آرام تمام ویدیوهاشو گوش میده ترکو. بگی من هیچ وقت ندیدم آرام واو بگه. آقا اینم بگم هیچ وقت ندیدم آرام آرام حالا گرفتیم رو آرام نه آرام من آرام و خودم خیلی علاوز منطقی آره. خیلی قبولش دارم، خیلی پسر خوبی بودش به صحبت کردیم. 100%. پس ببین برنامه من به نظر من ریاکشن درست، شما اگه فرض کن اصلا 70% ترکم نفهمی، برای من درست ترین و اصولی ترین ریاکشن یعنی همون چیزی که برای بار اول میشنوی، همون چیزی که برای بار اول میشنوی. آره این درستشه. و خب چیزایی هم اون... که در میاری حالا میگن حالا پاچه خار شدی، میخوام بگم که واقعا حالا من شتابو که توی چیزم گذاشتم، توی فیچر چنل هم گذاشتم جزو یکی از یوتیوبرهای مورد علاقه هم و سعی میکنم اکثر ویدیواتو ببینم، اون ویدیوهایی که خیلی بولد میشه رو که قطعا میبینم. ریاکشنی که میکنی به نظر من اینه که اولا من هیچ وقت قبول ندارم که فیک ریاکشن، به نظر من کاملا تابلوه که اولین ریاکشنه و به نظر من خیلی از نکاتو در میاری. اگر هم در نیاری من میگم که آقا این همه نکاتو در آورد یه دونه هم در نیاورد فدا سرش. به نظر من اون ریاکشن درسته. ببین میدونی حالا اصلا چیزی نیست حالا که در مورد من و اینا. ببین خیلی جالب بود که مثلا کامنت میذارم ملت میگن آقا تو قطعا این ترکو چند بار گوش کردی اومدی چند بار گوش کردی. ببین اصلا همینه، یه ذره اطلاعات میدی در مورد موزیک. آره. همه فکر آره. میکنن اینجوریه.
دقیقا. ببین مثلا من امیر تتلو عزیز که حالا من یکی دو سه بار منو کامیونیتی کرد، خدا شاهده هر اون دو سه باری که منو کامیونیتی کرد، من شاید بین دو یا سه نفر اولی بودم که یعنی ترک اومده بود، من یک ساعت یک ساعت و نیم بعد اون ریاکشن رو گذاشته بودم. آره، یعنی آره. اصلا فرصت دو سه بار گوش کردن ترک رو نمیدونم برم به در بیارم اینجا چی بود اصلا واقعا نداشتم وقت. من چون من صفر تا صد کارا دیگه، چون من صفر تا صد کارا ریاکشن من خودم انجام میدم، هم ادیت میزنم، هم نمیدونم تامنیل میزنم، همه کاراش با خودمه دیگه. وقت اصلا اینو ندارم که برم او در بیارم ببینم که اینجا چی گفت، اونجا چه ربطی به اون داشت. میدونی چی میگم؟ آره. حالا نظر تو چیه در مورد ریاکشن ها؟ یعنی ببین منم تقریبا با نظرت موافقم. اولا که هیچ وقت قبول ندارم فرست ریاکشن مثلا نباید باشه، قطعا باید فرست ریاکشن باشه، یعنی چیزی که تو واگفتن رو داشته باشه، این ظرفیت واگفتن رو داشته باشه. آفرین آفرین. یه چیز عجب میشه، یه چیز عجیب میشه، میگی واو این چیز باحالی بود، برای اولین بار بتونی توی ذهنتون رو تحلیل کنی و اونو به مخاطبت ارائه بدی. اگر نتونستی خب اونجاشو نتونستی دفعه بعدشو بتون و اینو هی خودتو پیشرفت بده که بتونی این کارو بکنی. من الان دارم میگم یه سری از بچه‌ها میان دایرکت اینستا میگن آقا ما می‌خوایم ریاکشن رو شروع کنیم از ما حمایت کن. میگم بچه‌ها فضای ریاکشن اینجوری نیست که مثلا شما بخواید الان شروع کنید با این وضعی که اشباعه به همین راحتی برسید بالا. واقعا باید یه تفاوتی داشته باشید، واقعا باید یه تفاوتی داشته باشید. یعنی حالا خیلی از چنل‌های ریاکشن ما داریم که کلاً چیل اوتن، یعنی چی میگن خط چیزن، خط آزاد این چیه نمیدونم، خط راستی که شونه خاکیه. اصلا ببین معلومه چی کار دارم میکنن. ببین ریاکشن به نظر من این فضایی که ایجاد شده خیلی خوبه، اتفاقا نظر شخصی منه. حالا از چه نظر خوبه؟ ببین ما اولی که شروع کرد ریاکشن شروع شد دو سه نفر بیشتر نبودن، خب مخاطب فقط میرفت سمت اون دو سه تا دیگه، بعد فکر میکرد هر چیزی که اون دو سه تا میگن درسته. آره الان خیلی به نظرم جو قشنگ شده. الان مثلا استانداردترین ریاکشن به نظرم یزدان میره، ریاکشنی که کل دنیا دارن میرن. خب یه چیزیه که خیلی نمیشکافه داستانو، خیلی فقط اون واکنشه براش مهمه، یعنی خیلی تایم ویدیو رو نمیبره بالا، خیلی استاندارد. آفرین. یکی مثلا میاد موزیکو باز میکنه، حالا مادویار نمیدونم فادابیته، میاد مثلا موزیکو میشکافه برای کسایی که دوست دارن لذت میبرن از آهنگسازی از میکس آهنگ. آره میرن اونو نگاه میکنن. یکی مثلا میاد شعر رو میشکافه، یکی میاد آرایا ادبی میگه. میدونی این که هر سایدی داره یه چیزو گرفته دستش به نظر من خیلی جذابه، یه پکیج کامل در اختیار مخاطب قرار میده که آره. مثلا آره. بره نگاه کنه دیگه کل موزیکو در واقعاً. مثلا من همین چند روز پیش یه ریاکشن کار خانومی پیدا کردم که واقعا رپی بود و محتوا رو چیزایی که از موزیک حل در آورده بود و فکر کنم XRX یه چیزی تو همین ماه ها XRX یه چیزی تو همین ماه ها بود نمیدونم نشنیدم. خیلی نو بود، اولین بار بود که حالا ویدیوش داره وایرال میشه. دیدم و چقدر لذت بردم. حالا من آدمی نیستم، من تو ویدیو قبلی هم گفتم مصاحبه بود، من آدمی نیستم ریاکشن کسی رو حالا بخوام دنبال کنم اونطوری ببینم. اون کسایی که تو فیچر دارم گذاشتم که طبیعتا میبینم، ولی خب مثلا یه ریاکشنی بزنم به چشم میخوره دو دقیقه اولش رو میبینم، اگه خوشم بیاد ادامهش هم میبینم، اگه نیاد که میام بیرون. ولی این خانم رو دیدم، برام عجیب بود که اولین ریاکشن کار خانمی بود که من دیدم داره درست تحلیل میکنه، یعنی واقعا داره یه چیزی اضافه برام میکنه. برام بفرست ببینمش. آره سعی میکنم بفرستم برات، اسمش هم یادم بیاد حاجی، فکر کنم کامنت گذاشتم توی سابقه ها میاد حاجی، میزنم و میفرستم برات. فقط خواستم بگم حالا در مورد ریاکشن کاره بقیه خانوما که ریاکشن رپ فارسی به اصطلاح کار میکنن، هیچی من ندیدم. اگه تو دیدی به من بگو، تا الان به جز این خانومی که من دیدم هیچی من ندیدم. اگه تو دیدی به من بگو. رضای تو آشیه. فعلا دارم نرم میرم، راحت باش. آقا جنس مخالف کلا ویوش بهتره دیگه، یعنی این چیز ثابت شده ایه دیگه، جنس مخالف کلا
جنس مخالف هم اصلا کلا دوست دارن دیگه، ملت دوست دارن ببینن یه دختر واکنشش به رپ. الان همه سیبیلن یه دختر که میاد آخه خب آقا اینو من یه سوال بپرسم برای جزایری جا میگم این به نظرت ضعف فرهنگی نیست خداییش دیگه هست دیگه، حالا یا ضعفه یا قوته یا نقطه قوت نمیدونم. نیست لعنتی نگو قوت چیه آخه اصلش اینه که تو ببینی طرف چی داره به ویدیو اضافه میکنه. من یه ریاکشن کار میشستم، حالا نمیخوام هیچ تو اینی بکنم، اصلا نمیخوام ویدیو رو حاشیه کنم آقا. موزیکو گوش میده بعد کل واکنشش اینه دختره اینطوری موزیکو گوش میده اینطوری بابا زهر مار اومد این موزیکو گوش کنی کیه اسمشو بعدم بهم بگو باش اینجا نمیگم بعدم بهت میگم نه نه آره تو اصلا یه ویدیو بود ریاکشن کودکس بود، کودکس حسین، بعد یه چنل تلگرام گذاشته بود. اونو میگی آجی اون رفیقمونه آقا، رفیقمونه. من کاری ندارم آقا، من فقط میگم اون حرکت زشته. چنل تلگرام زده بود خانم ما اومدید ویدیو رو ببینیم، باید کاری که شما میکنی میریم سایت سرچ میکنیم چه ورزشه. آقا من از اون خانم عذرخواهی میکنم، اتفاقا دوستمونم هست حالا، ولی میدونم با منم با منم اوکیه. من اصلا اینجوری نیست که بخوام الان توهین کنم به شخصی، ولی میگم اون حرکت به نظر من فول. آره دیدی چه خوب جمعش کردم، دیدی چه خوب جمعش کردم. ای خدا آقا تو ریاکشن کارهای دختری که معروفن، توی ریاکشن کارهای دختری که معروفن تو کدوم دوست داری؟ میشه من یه اسم ببری مثلا من یادم بیاد؟ من سه تاشون الان تو ذهنم اومده، مثلا تمزی، آزاده، سولی رپ. اینا یادم اومد، اینا رو نمیگم الان دوست دارم، اینا یادم اومد به عنوان ریاکشن کارهای دختر، بقیهشون یادم نمیاد. سولی رپ رو نمیشناسم. نه ببین مثلا ببین تنهایی نمیگم، ببین مثلا موسینا هستن. آها خب کاپلی هم میگی، زوجی هم میگی، سوگل هست، کیمیا هست، کیمیکس ریاکت. آره اونا رو مثلا ببین، من کیمیکس ریاکت رو نیستم، حالا دارم چرا دونه دونه میگم، بذار اونی که هستم رو بگم دیگه، علکی واسه خودم دارم واشیه درست میکنم. من چیلپی و کاپل بودنشون، حالا امیر و کیمیا درسته صحبت هم میکنیم. ببخشید آقا من چیلپی رو کلا یادم رفت بگم اصلا. آره چیلپی رو یادم رفت بگم، عذرخواهی میکنم ازش. راست میگی. و به نظرم بله 100 درصد چیزی به ویدیو اضافه میکنن که ارزش دیدن داشته باشه به نظر من. ولی خب نسبت به چیزی که الان اصلا به نظر من خوب دیده نشدن، نسبت به بقیه خانومایی که دیده شدن و چیز جالبی نیست این موضوع برای من. درست. و چنل دیگه ای سولی رپ رو یکم نگاه میکنم، شیما گفتم امیدوارم بشناسیش، حالا اگر دوستشی واسهت میفرستم. نیدمش نه اونم یه مقدار دنبال میکنم، ولی بعدش دیگه نه واقعا ریاکشن کار دختر. حالا نگم مثلا من آدم دختر زده ام، من خیلی آدم دختر خواهی ام اتفاقا، دختر زده نیست. شما آنتی فمینیستی آقا؟ نه شما من زن میخوام. اوکی آقا. خب خودت چی؟ خودت ریاکشن کار دختر چی دوست داری؟ بگو ببینم. چرا من اولا به من بگو، من یادم رفته. من یادم رفته بگو سینگل یا مدبسو بگم. سینگل یا جمعی؟ من فعلا سینگلم. خب پس ببینم چی میخوای بگی. قشنگ رو کن، قشنگ همه رو دونه دونه. آقا مدبس هم اسمش آوردی؟ مدبس عشق است داده دستش. آره من مدبس، ولی به نظر من یادم رفت اصلا. ولی به نظر من یک مقدار زیاد تحلیل میکنن و منو شک میندازن به اینکه شاید قبلا گوش دادن موزیکو، چون خیلی خوب تحلیل میکنن خداییش. اونو دیگه آقا بهتره که وارد داستانش نشی. آره نه کاری ندارم، ولی خیلی کاپل قشنگی هستن، زوج قشنگی هم هستن.
آره موافقم موافقم. فقط مدبس بس. خب من مدبس رو توی این بچه هایی که حالا دختر حالا جزو یعنی دختر توی اکیپشون هست مدبس رو خیلی دوست دارم. خب میخوای یه پسرم بگیم؟ چرا میدونی چرا حالا؟ خب بگو اول چرا حالا؟ به خاطر این که ببین مثلا من خودم چون عشق این داستان ها هم عشق تحلیل و نمیدونم شکافتن موزیک و اینا هم اون ساید برای من به سلیقه من نزدیکتره، نه اینکه توهین بخوام بکنم به مثلا آزاده، به چه میدونم کیمیا، موبینا، کلن اون سایدو چون خودم بیشتر هستمش اونو انتخاب کردم، نه اینکه حالا بقیه بد باشن. آره فهمیدم. یعنی اینکه دوست داری که کلن تحلیل ببینی توی ریاکشن دیگه و به حال اون جو دادن و این تلفی... آقا ترکیبی پر رو ترکیبی سنگه. چرا ترکیبی پر رو دوست دارم. آها خب پس رو آره باید. ترکیبی پر رو آره حله حله آجی. خب میخوای یه پسرم بگیم؟ یه پسرم بگیم که در حق پسرا زلف چی زلف نشده باشه یه چیز فهم آها. زلف زلف بر با آد مده تا نده زلف چی بودا نمیدونم بگو یزید بیخیال بیخیال. بیاد درگیر ماجرا نشیم. آقا هرچی سوتی دادیم همینطوری بزن بره. بیخیال بگو. تو بگو آقا تو بگو. من یزدان پرشین رب و خودت واقعا این سه نفری هستن که میبینم. آقا عشقی قربونت برم. من بخوام بگم یکی رو بگم، من پرشین رب رو دوست دارم. یعنی واقعا روحام و سهرام هم اطلاعاتشون خیلی خیلی اطلاعاتشون خوبه، مخصوصا روحام خیلی اطلاعاتش خوبه. آره. و آره اگه بخوام یکی رو انتخاب کنم، یعنی بهترین رو انتخاب کنم، فعلا برای من پرشن رپ ریاکشنه. آره روال است. عشق است آجی دست خوش. تکسای مهرا دیدن داره. عشق است دست خوش. آقا یه چند تا هم حاشیه کنیم بعدش بریم دیگه. حاشیه همیشه تای ویدیو حال میده، قبول داری؟ خدایش آقا برو بریم. آقا یکم حاشیه کنیم بعدش بریم. اول میدونی که تو چنل مودیاک تیم اومدی و خب بی حاشیه بری اصلا نمیشه، باید حاشیه رو بغل کنیم. سلطان حواشی نامنظم. آف بله بله دارم منظمش میکنم انصافا دارم منظمش میکنم. آقا برو. آقا یه چیزی به ما بده که بوم باشه، یه رپر بگو که آجی متنفری ازش مثلا. این چه آشغالیه. ایو خدا و حتما هم باید معروف اوه بگی. نریم مثلا به آقا این چه آشغالیه نداریم. ببین ببین اینجا نداریم نداریم، اینجا داریم همه چیز. حکایت علی بود. علی میگفت حاجی اینجا نمیگم و نداریم و اینا. آره اینجا نداریم. با تو اومدی تو قطب حاشیه. امیر خلوت خبوره. آره قبوله معروفه همین خلوتی های عزیز. نه ببین بعد برشید. نه نه ببین بعدم نمیاد ازشان، نمیگم این چه آشغالیه ولی واقعا سلیقم نیست. نمیخوام نظری بدم. داداش تو خودت گفتی حاشیه دیگه، حاشیه بازی رو. آره دیگه بابا من که کاری ندارم، اصلا اسم من میاد طرف میگه همو حاشیه درست کنه. عجیب بچه ها. آره آقا یه نفرم ریاکشن کار بگو این چه آشغالیه. میخوام دختر بگی، البته ما زن ستیزیم دیگه، الان دو نفر آدم زن ستیز ما اینجا. بیخیال بگو آقا بیخیال. من آشغال نداریم حاج آقا خدا وکیلی، همه خوبه همه مخاطب دارن. خوشت نمیاد دیگه. چیو بگم خدا من آخه من بروناتو نگاه نمی کنم اصلا. من هم نگاه اصلا. نمی کنم ولی خب خیلی اومدن به ما گفتن که شما با برونات مشکل دارید اصلا فلان و اینا. گفتم مشکل ندارم نگاه نمی کنم. نه من بروناتو اصلا آره آره بروناتو میدونی نه این که بد باشن، خیلی هم مخاطب دارن، بالای 20K هم ویو چیز دارن. 20K شدن آه. چقدر شدن 30K شدن 20K نمیدونم دنبال نکردم خیلی جدیدن. ولی آره آره ولی واقعا با احترام به شاهرخ و کیان عزیز من دوست ندارم، یعنی نگاه نمی کنم حقیقت.
آره آقا من بیا آخر ویدیو، حالا تو هم تو ویدیویی بیا یه عزیزی بگم، شاهرخ کیان عزیز اگه این ویدیو رو میبینن، به نظرم میبینن چون حالا یه مقدار ما هم میگم صحبت کردیم، این هشتگ گنگ ترین ها چی آقا؟ کجا در آوردید؟ خداییش گنگ معنیش ابهت داره، خواهش میکنم این کلمه رو خراب نکنید. هشتگ دارن؟ هشتگ دارن؟ آره هشتگ گنگ ترین ها، میگن هشتگ گنگ ترین ها، خوش اومدید به گنگ ترین کانال رپ فارسی. آها مثل مثلا راز اسکواد و راز مثلا اسکواد داره. این داستان رو داره. آها داشت تو هم بیایی هشتگ واسه خودت بزن. من نمیدونستم ما بدون هشتگ راضییم والا. شتاب گنگ چطوره؟ باید فکر کنم در موردش آشقا. میدونی هر چی میاد هر کی میاد یه هشتگ بزنه اینطوری میکنه آقا من یه چیزی بگم کنار کلمه گنگ باشه، در صورتی که کلمه گنگ بچه‌ها یه چیزیه که واقعا ابهت داره. اصلا توپاک با اون ابهتش به خودش نمیگفت گنگ، زشت. اوکی آقا اوکی آقا، حالا حاشیه رو بغل کردیم الان. آره دیگه حاشیه رو بذار بغل کنیم که حداقل دیوا بره بالا. میدونی کش زیاد اینه حاتمی، کش زیاد اینه حاتمی. آره دیگه آقا دمت گرم که اومدی، اولا خیلی حال داد آقا. همین چیز دیگه هم میخوای ادامه بدیم؟ من نپرسم از تو، من از تو نپرسم، یعنی یه سوال بپرس خدایش، چون یه سوال بپرس خدایش، بدترین سوالی که فکر میکنی رو بپرس آقا. همینو بگو الان آقا، ما رو چرا میندازی تو حاشیه ستون؟ میدونم خود استاد حاشیه، من خودم تو حاشیه ام، اصلا من نمیتونم بیام بیرون، من خودم تو میشم. آقا خودت بگو بدترین رپری که یعنی میگی این دیگه خیلی آشغاله، اونو بگو. حتما لازم بود اینو از من بپرسی. ببین به نظر من با تمام احترام، 100 درصد من با تمام احترامی که دارم نسبت به همه فناش، ولی عرفان پایدار عزیز واقعا چه زمانی بود که من ترکایی که با سوگند و حالا وکس قدیمی پایدار میداد اصلا عشق میکردم. من ناوی اصلا قفلی میشدم رو اون ترک ها. یه ترک بودن نمیدونم موزیک ویدیوشو با تو استخر با هم دیگه با سوگند گرفتم، اون ترک رو 200 بار حالا گوش دادم، 2000 بار گوش دادم. ولی الان یادته مثلا به امثال، آره یادته، الان چسبیدم به امثال مثلا اشخاصی مثل دنی اسدی، حالا من حال نمی کنم این فازی که جدیدن هستشو. به نظر من از چیزی که بوده دور من شده. من در کل دوستش دارم، یعنی از نظر اگه بخوام دو سه تا رپر با شخصیت و با کلاس رپ فارسو بگم، قطعا یکیش عرفان پایداره. خیلی ببین من یعنی کاراکترش حال میکنم، من با کاراکترش عشق میکنم، اصلا شخصیت میگم. مهرادیدان اومد یه تیکه نابی انداخ، ولی خب واقعا فکت بود، گفتش که تنها کامنتی که ازت خوبه اینه که بچه خوبیه، تنها کامنت ازت اینه که بچه خوبیه. یعنی مثلا طرف فیلم که خوبه واقعا عرفان پایدار، مثلا اولین چیزی که به ذهنت میاد اینه که چقدر طرف شخصیت بزرگی داره، مثلا خط منو یادت میاد، یادتر رو یادت میاد، حال من خوب نیست رو یادت میاد، حال من خوبه ببخشید، اونا رو یادت میاد. ولی جدیداشو من نیستم، حداقل به شخص من نیستم و متاسفم نسبت به همه. یه دونه ریاکشن کار شتم نام ببر و دیگه ویدیو رو ببندیم. ببین من خیلی میتونم بگم کیا رو میخوای، کیا رو میخوای بگو آقا بگو، من دوست دارم بیشتر اسم دوست دارم بشنوم. بگو ببین آخه همش هم رفیقات، الان همش کیو بگم لعنتی. رفیقا من هم؟ نه خب با هم دیگه زد و گفت دارید، الان من بگم تو ناراحت میشی، ولی خب بگو میام. نه داداش بگو یه دختر میگم یه پسر، باور کنید اصلا هیچ توهینی هیچ چیزی نیست. واقعا من با ریاکشن کارهای دختر همون دو نفری که گفتم عشق میکنم، بقیه رو متنفرم. توهینی نیست ولی بقیه وای، من آدم زن ستیزی نیستم، هی به من میگن زن ستیز آقا، عجب این چه وضعشه. ولی خب ریاکشن کار بذار پسر بگیم. متنفرم معنیش این نمیشه که مثلا آقا من خب نگاش نمی کنم، دنبالش هم نکردم، یه مقدار دنبالش کردم دیدم واجی این دیگه کی، بعد دیگه ادامه ندادم. ولی خب
این دیگه چه سمیه. این دیگه چه سمیه واقعا. بریم یه ریاکشن کار پسرم بگم که نامردی نشه. انصافا من با شخصیتای حالا باشون صحبت کردم، اوکی هم باشون، الان این ویدیو رو بگم نمیدونم بعدش میان به من فوش میدن یا هرچی، ولی خب میدونی که ما اینجا ترسی از هیچی نداریم پس میگم. خب اولیش آرام کوکتل تیوی حقیقتا واقعا. دومیش چرا؟ میگم الان دلیلاش هم میگم. دومیش دیوی تیوی به نظرم. آه حالا جفتش هم دلیلاش رو بهت میگم. دیوی؟ چون... آره جفتش هم یا خدا دیگه زدی خب به کمر ما داداش. ببین میگم من با اشخاصی خب به هر حال حال نمی کنم، مثلا بروناتو من حال نمی کنم ولی با هم دیگه اوکییم، یعنی قبلا با هم دیگه فوش دادیم ولی با هم دیگه اوکییم. آقا سه تا رپر مورد علاقت به ما میگی؟ خیلی دیگه داره طولانی میشه ولی من دوستانو بدونم. سه تا رپر مورد علاقه بگم؟ آه برو بریم برو. خب بذار سه تا رپر مورد علاقه. ببین رپر نیست ولی اسمشو میگم، بعدن هم حالا دوتا دیگه هم بهش اضافه میکنم. امیر تتلو اولیش، یاس دومیش قطعا، و یکی هم رپر نیست ولی من ترجیح میدم که توی مثلا اینجا بگمش چون خیلی برام مثلا با ارزش این شخصیت و آهنگایی که داده برام خیلی خوب بوده، دایان. نمیدونم میشناسی یا نه، قبلا با حسین کار میکرد. آه پسر چرا من فکر کردم، چرا من فکر کردم دقیقا فکر کردم میخوای دایانو بگی؟ یعنی قشنگ قبل از اینکه تو بگی دایان من قشنگ یهو یه آن تلپاتیه، تلپاتی آجی. خب واقعا میگم این شخصیت آقا دایان کارش خیلی خوب، خیلی شخصیت قشنگیه آجا. آقا دایان، دایان داداش دایان اصلا مشیه از اینجا. آره داداش عشق منی از اینجا. یه جا هم یه جا هم رفته بودیم یه کافه‌ای، چه شخصیتی داره این پسر، چه شخصیتی داره. جدی دیدیش؟ آره خیلی دور شلوغ بود، یعنی من فکر میکردم دایان رو فقط مثلا من و یک سری های دیگه میشناسیم ولی دایان خیلی واقعا منشی که این شخص داره واقعا به نظر من چیز قشنگی. تا هم یه دوتا بگو. ما گفتیم آقا شما برو ویدیوهای چیزو ببین. نه میدونم بهرام یکیشه درسته. بهرام یکیشه درسته. یکیش 100%. اصلا 100% بهرام. ببین آره بهرام خیلی خفنه حاج آقا. بهرام حاجی پایه یه دونه دیسترک ببندیم. ما که ویدیو رو حاشیه‌ای کردیم. بیا تهش دیسترک هم ببندیم. ببندیم آقا. به کی ببندیم؟ کیو دوست داری؟ هر کیو بگی آقا ما میایم. ببین آوردم تو ویدیو میکنی. که از الان حاشیه رو بغل کنی ها، میخوام ببینم تو ویدیوهای مثلا چنل خودت حاشیه رو قشنگ بگیری یا تو دست قشنگ داشته باشی. آقا ما رو وارد حاشیه نکن، یه عمری پاک زندگی کردیم آقا. یه عمری میخوای بی حاشیه باشی؟ آوردم تو یه ویدیو که حاشیه رو اصلا اینجا بسازی آقا. ای خدا خیلی حالا خیلی حالا دمت گرم آقا، خیلی مخلصی. چه ویدیوهایی داد. دمت گرم که اولا اومدی، چه ریسپکتی خودت چم. میدونی که قرارت قائلم، خودت میدونی عزیز منی چشم خیلی هم هستمت و هستمت حاجی فدات شم. منم همینجور ولی خیلی منم دمت گرم که اومدی. بچه‌ها دیگه لینک دیسکریپشن هست، حتما دوست داشتید ساب کنید و فلان و اینا. عشقید اگه حرف آخری داری بگی که دمت گرم. آقا نه دیگه حرفی نیست، زیبا باشید و مقتدر. خدا نگهدار. خیلی چکریم آقا، دمتون گرم. ما میریم یه ساعت دیگه میخواییم یه همینطوری. فدا چکریم فعلا آقا، چکریم فعلا فدا چکریم آقا، خدا حافظ.